سلام، من پدرامم یا فیلم بازه. بریم معرفی انیمیشن پاندای کنفوکار 4. قبل از اینکه شروع کنیم یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش هم روشن کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر باشید. انیمیشن پاندای کنفوکار 4 محصول سال 2024 کمپانی دریم ووکس به کارگردانی مایک میچل، چهارمین فیلم از مجموعه فیلم های پاندا کنفوکاره که یک انیمیشن رزمی اکشن کمدی هیجانی و ستاپیشگان اصلی انیمیشن هم جک بلک به همراه آکوافینا، داستین هافمن، برایان کرانسون و وایولو دیویس هستن. خب بریم سراغ خلاصه داستان فیلم. استاد چیفو به پومگی که زمان تبدیل شدن او به استاد معنوی در رئیسل و او باید به جای خودش یک جنگجوی اژدهای جدید معرفی کنه، در همین زمان به اونها خبر میرسه که تایلانگ برگشته و قصد نابودی در رئیسل داره، اما یک روباه دوست که اونها او رو دستگیر کردن به نام جن به پومگی که اون کسی که برگشته تایلانگ نیست بلکه یک جادوگر به نام آفتاب پرسته که قصد داره تمام قلمروها رو تسخیر خودش در بیاره و قابلیت اینو داره که تبدیل به موجودات دیگه شه و تغییر قیافه بده. به همین دلیل جن و پو با هم دیگه راهی شهر بزرگ میشن تا آفتاب پرست رو شکست بدن. خب در سال 2008 کمپانی دریم ورک یک انیمیشن محبوب رو معرفی کرد به نام پاندا کنفوکار که طرفداران زیادی پیدا کرد و دو دنباله دیگر اون ساخته شد که آخریش هم مجبور به سال 2016 بود. اکنون بعد 8 سال یک انیمیشن جدید و دنباله‌ای برای این انیمیشن محبوب ساخته شده. جک بلک به نقش خودش برگشته و اکثر ستاپیشگان قبلی هم بر کار خودشون برگشتن، اما از گروه چهار آتشین در این انیمیشن خبری نیست و در داستان جدید هست شدن. آکوافینا در نقش جن و وایولو دیویس هم در نقش آفتاب پرست ستاپیشگان جدیدی هستند که به این انیمیشن اضافه شدن. انیمیشن متأسفانه انیمیشن خوبی از دست نیامده و انیمیشن ضعیفی، فیلمنامه بسیار بد و معمولی داره و کمدیش هم نسبت به سه فیلم قبلی بسیار پایین‌تر و ضعیف‌تره و اصلا هم مانند انیمیشن قبلی جذابیت خودش رو نداره و متاسفانه چهارم انیمیشن از مجموعه پاندا کنفوکار خاطرات سه انیمیشن قبلی رو کاملا نابود میکنه و بهتره که نبینینش. خیلی انیمیشن ضعیف و بدی که ارزش تماشا کردن و وقت گذاشتن رو نداره. خب ممنون که این ویدیو با ما همراه بودید. اگر دوستتون ما لایک کنید، سابسکرایب کنید و دوستانتون هم معرفی کنید. ممنون، تا بعد.